سازمان بین المللی مهاجرت IOM برای کمک به 140 میلیون نفر 7.9 میلیارد دلار درخواست جهانی می کند. سازمان بین المللی مهاجرت گفت که این درخواست در حالی مطرح می شود که تعداد افرادی که مجبور به مهاجرت شده اند تا پایان سال 2022 به 117 میلیون نفر رسیده است. با هم گزارشی در مجید را ببینیم. سازمان بین‌المللی مهاجرت که وابسته به سازمان ملل متحد می باشد، برای اولین بار است که یک درخواست جهانی برای کمک رسانی گسترده برای 140 میلیون نفر را مطرح کرده است. هدف از این اقدام اختصاص 7.9 میلیارد دلار برای کمک به افرادی است که به دلایل مختلف از جمله کسانی که در درگیری‌ها و منازعات دچار آسیب شده‌اند تا افرادی که به دلیل تغییرات آب و هوایی مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند دچار نابسامانی زندگی در شرایط مهاجرت هستند. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM روز دوشنبه درخواست سالانه خود را مطرح کرد، چرا که از وظایف اصلی این نهاد تقویت تلاش‌ها برای محافظت از مهاجران، کاهش آوارگی و گسترش راه‌های مهاجرت قانونی است. این درخواست در زمانی مطرح می‌شود که دولت‌های بزرگی کمک‌کننده با بودجه‌های فشرده و محدودی مواجه هستند و امکان یاری‌رسانی همچون گذشته را ندارند. اما این سازمان امیدوار است علاوه بر دولت‌ها، کمک‌های مالی از سوی افراد نیکوکار و بشر دوست به صورت فردی و بخش خصوصی تأمین شود. امی پاپ، مدیر کل جدید این آژانس گفت که این کمک مالی شامل 140 میلیون نفر، هم مهاجران و هم جوامعی که آنها را در خود جای دادند، خواهد گردید. وی در ادامه گفت مهاجرت‌های غیرقانونی و اجباری به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است و چالش‌هایی که ما با آن مواجه هستیم پیچیده‌تر می‌شود و شواهد بسیار زیادی نشان می‌دهد که مهاجرت زمانی که به خوبی مدیریت شود سهم عمده‌ای در رونق و پیشرفت جهانی دارد. امی پاپ همچنین تأکید کرد که تمامی کشورها و نهادهای زیرآب بایستی برای مهاجرت‌هایی که در آینده صورت می‌گیرد برنامه‌ریزی کنند تا بتوانند به موج‌های احتمالی مهاجرت‌ها واکنش مناسبی نشان دهند. وی در ادامه تصریح کرد احساس مسئولیت نسبت به این واقعیت که افراد زیادی در مسیر مهاجرت جان خود را از دست می‌دهند و یا مورد استثمار قرار می‌گیرند، این تعهد را در ما ایجاد می‌کند که جان‌های بیشتری را نجات دهیم و مسئولانه‌تر در این مسیر گام برداریم. گفتنی است که مهاجران اغلب برای فرار از شرایط خود در کشورشان گاه سفرهای دلخراش و پرمخاطره‌ای را انجام می‌دهند که بسیاری از آنان در این راه جان خود را از دست می‌دهند. پروژه مهاجران گمشده سازمان بین‌المللی مهاجرت تخمین می‌زند که حداقل 60 هزار نفر در چنین سفرهایی در 9 سال گذشته جان خود را از دست داده یا ناپدید شدند، به ویژه آنهایی که از مسیر لیبی و سوریه به سمت دریای مدیترانه رفتند تا به اروپا برسند. داده‌های IOM همچنین نشان می‌دهد که 281 میلیون مهاجر بین‌المللی از کارگران معمولی گرفته تا صاحبان مشاغل یقه سفید در نزدیک به 10% از تولید اقتصاد جهانی ایفای نقش می‌کنند.